اینکه شهروند ایرانی امروز در ترکیه در شهر ازمیر دستگیر شده و در طی مسیر جلبت ما در طی مسیجی از وزیر امور داخلی کشور ترکیه جناب آقای علی یرلیکایا حالا جزئیات این موضوع رو متوجه شدیم که مطمئنا امروز به ابعاد دیگرش رسیدگی خواهد شد، یعنی به اطلاع ما رسیدگی خواهد شد خواهند داد. و اینکه بر طبق مسیج ایشون گفته شده که یک شهروند ایرانی در شهر ازمیر در هتل با هویت دیگه ای حالا در هتل اقامت داشته اونجا دستگیر شده و قصد فرار از کشور ترکیه رو داشته، حالا متهم به پولشویی هم بوده. و اینکه خیلی عذر میخوام حالا به علت هیجانی که دارم اولین باری که رو ایر هستم و اینکه جزئیات پرونده از این قراره که جزئیات این موضوع آقای سعدالله امیر شقاقی به عنوان پدرخوانده و یا مافیای گروه های چی میگن گروه های شرط بندی سایت های شرط بندی ایران یاد میده در نه. خب حالا خانم نوری راحت باشید لطفا بر اساس قوانین ترکیه به ما بگید که آیا به اتهاماتی نظیر پولشویی که امیر شقاقی به اون متهم هست دادگاه ترکیه رسیدگی میکنن و یا احتمال استرداد او به ایران وجود داره؟ کوتاه لطفا. بر طبق قوانین قانون کیفری ترکیه بر این اساسه که دادگاه های ترکیه رسیدگی میکنه و بر طبق ماده 59 قانون کیفری ترکیه گفته شده که حالا شخص متهم یعنی چطور میگن در خاک ترکیه چون نتیجه عمل مجرمانش در خاک ترکیه بوده و چطور میگن جرمش حالا قسمتی از جرمش با اینکه در ایران بوده ولی نتیجه جرمش در ترکیه انجام شده، یعنی پولشویی در ممنونم. به پایان وقتمون رسیدیم، سپاسگزارم. ببخشید. گلناز نوری حقوقدان ساکن ترکیه با ما بود و ممنون از شما. شب روزتان خوش.